اکثر افغانستان هم روزانه نمایش داشتن و باعث شد حرکت تعلیم مسلک تاثیر لپاره افتخار ده الله تعالی دې د خدمتونو او دې سعی قبول کړي. خیلی قوی نتونستیم که مذاکره بکنیم. اگر ما پشت سرمون چند میلیون دلار میبود اون موقع شرایط فرق کرد و مذاکره ما بود. ماوری موتور معلومات ندارم، میگن که چیشی عقب نداره، توسط دوربین یک موتور مدرن است، افتخار وطن است. برام یاد خدا و برز سلام. سلام خدمت های تمام شما بسیار رو مهربان. امیدوارم هر کجای که هستید خوب و صحتمند و سرحال باشید. امروز روز جمعه هست و دومین روز نمایشگاهی هست که در هتل اینترکانتیننتال از طرف اداره مسلکی ایکن فرانس دایر شده و به خاطر اینکه بتونن برای کارکردها و همچنان موتر افغانستان هم روز نمایش داشتن و باعث شد حرکت تعلیم مسلک تاثیر امروز ایرا برگزار کردن و احتمال داره بر فردا هم باشه و بیشتر هم بسیار ما ورود برای همه گرایگان است و عمومی هم میتونن از این نمایشگاه دیدن بکنن تا که بیشتر تشویق شون و بیشتر بتونن که زمینه کاری یا زمینه تاثیر بیشتر بشن مسایج را همراه ما داشته باشین. سر میزنیم در قسمت خود نمایشگاهی که برگزار شده و ان شاءالله صحبتایی می داشته باشیم همراه کسایی که هستن و در دلیل ما همراه ما بکنیم. بالاخره در قسمتی هستم که موتر افغانستان به نمایش گذاشته شده و خوشبخت کنم بیشتر هم بتونن ما امروز دیدنی آمدن و مسئول کمپانی انتاب همراه ما هستن و امروزشون صحبت های می داشته باشیم در ادامه همراه ما بکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت خوب هستین؟ انشاءالله بخیر باشین. صدمند هستین؟ بخیر باشین. امروز دومین روز نمایشگاه هستم و در اول اگر خود معرفی بکنین و در قسمت هم صحبت بکنین. خواجه مصطفی هستم، یک دل از انجینرهای افزار دقیق شرکت انتاب و امروز روز دومین نمایشگاه اینترکانتیننتال است که اینجا جمع شده مردم به خاطر خوشی و خاطر افتخار که انجینیر احمد رضا کوشش کرده به دست آورده و مردم جمع شده دور بهش. میشه یک سوال بکنم پیش از همه، هدفتون هر برگزاری همچون نمایشگاهی که امروز دایر کردین چی میتونه باشه و قراری که بود موتر برای در قطر به نمایش گذاشته شد و موضوعات مختلفی بود اما امروز در داخل افغانستان است و پیش از همه به مردم افغانستان به نمایش گذاشته شد؟ این تهدابش است، پایگذاریش است، بخری انشالله شروعش است، یک کوچک است ولی ما همین قدر خوشی که دی داریم اصلا گفته نمیتونیم که ما چقدر از این نمایشگاه خوشحال هستیم و چقدر دلچسب است برای ما دیگه. این نمایشگاه به خاطر این است که یک بنیانگذاری و پایگذاری به خاطر از این خوشی مردم و به خاطر کارهای بزرگ شوه. روز اولی که کاری موتر را آغاز کردین اینقدر فکر تصور داشتین که یک روز یک چیزی رو ببینین؟ اصلا فکرش نمی‌کردم. خود انجینیر احمد رضا که حتی دو سال قبل کارم بسیار پیش رفته بود، چوکات چیزا بسیار کار پیش رفته بود ولی ما اصلا باورش نمی‌کردیم دیت یک پیروزی و پیشرفت برسیم. رضا واقعا جنگید به خاطر روحی خود، به خاطر اهدافی که در ذهن داشت واقعا جنگید با دست آورد. امروز چگونه میبینین استقبال مردم و هموطنان ما را؟ ولی به خاطر مردم است، از ما نیست، از خود مردم باید استقبال کنن، باید کی ده خوشی خود خوش نیست، از خود مردم است، از ما گفته نمیشه، از شما است، از تمام هموطنان است. دقیقاً. پلان بعدی ان شاء الله میتونن چی باشه؟ معلومات دارین چند روز دیگه میتونه موتر است و چند روز برنامه جوش تا شام شنبه شاید باشیم دیگه، اطلاعات محرمانه است دیگه، چیزی گفته نمیتونم. یکی دو دوستای اینجا هستن سر صدای تون برآمده، از این بگین چی کردن؟ والا چیزی گفتم نمیتونیم به خاطر از اینکه
چیز بعد فکر نکنن برای از این مردم آوردیم ولی یک تعداد مردم اصلا قانون مراعات نمیکنه دمو سیستم وطنی همیشه میفهمید چیز همه گیش از خوشحالی شان است از اینکه امروز موتر افغانستان رو تصور نمیکرد ما همیشه وقت در تلویزیون ها میدیدیم و امروز از نزدیک میبینیم ما در روز اول هم که به نمایش گذاشت در خود پل تخنیک پل اداره تعلیمات مسلکی بود کارش جدیدن آغاز نمیدیم تکمیل شده بود که ما دیدار داشتیم این بار دومی است که ما میبینم و خیلی خوشحال هستم تشکر از شما هم سلامت همچنان مهربان در قسمت موتر افغانستان که امروز هاوردن در هتل کانتیننتال به نمایش گذاشتن و امروز همگی میبینیم که استقبال گرمی که دارن تصاویر یادگاری بر خود میگیرن و این یک جای خرسندی زیادی هست که بر تمام هموطنان ما با این برادرم یک دقیقه صحبت بکنیم السلام علیکم علیکم خوب هستین انشاءالله شکر الله سعدمند هستین بزرگ خدا بخیر باشین چطور که امروز کانتیننتال اومدین امروز به خاطر نمایشگاه امی موتر و استعداد پانتون وطنداره ما به خاطر وطنداره خود آمدیم که استعدادش ببینیم که چی رقم استعداد موتر پیش از این دیده بودیم؟ نه نه اولین بار است دیدیم؟ اولین بار است چطور است؟ چیزی که در تلویزیون نشان میدادم اون چیز است؟ انشالله از این قدم باید خوب جور کنه وطنداره ما باید امارات اسلامی باید کوشش کنه که با وطنداره خود کار پیدا کنه این متود نمایشگاه را ایجاد کنه بله تشکر از شما خیر باشین افتخار ده الله تعالی دیده خدمتونه و دیده سعی قبولی که نو موږ به انشاءالله دیده شاته ولاړو د خپلو تخنیکي ټیم لپاره چې څوک خدمت و څه کار و انشاءالله موږ به ټول کړو دغه ځوانانو دغه استادان د موږ د هېواد او د موږ د وطن لپاره یو ښه آینده لري انشاءالله د ټولو خلکو ته یو ښه انرژي ورکړې ده نو خدای مهربان ده چې موږ نور ځوانان هم تشویق سي امسانون را مهربان با جناب عمر صاحب هستیم که در این رسته خود معرفی میکنن و در مورد وظیفیشان امروز هم پرسان میکنیم السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم نجیب الله نبی زاده عضو اولیه شورای ریاست ترافیک کابل وزارت امور داخلی امارات اسلامی افغانستان بسیار عالی امروز وظیفه شما چی میتونه چی است که در دو روز شده و میبینم تا در این قسمت هستین همینجا به خاطر نمایشگاه نمایشگاه در هتل انترکانتیننتال دایر شده طبق لایه وظیفه و طریق مقامات سلام و توظیف کردیم خاطر نمایشگاه می توظیف هستیم آها بسیار خوب در مورد موتر بگوین چیزی معلومات دارین؟ در مورد موتر معلومات ندارم میگن که چیشی عقب ندارد توسط دوربین یک موتر مدرن است افتخار وطن است یار اگر ببینین پارچه میتین دارین؟ فعلا که داخل شور گشگو حقی گشگو دار نداره و خاطر پلیت نداره بله بسیار خوب پلیت نگرفته تانوز؟ تانوز نیخ تولید جدید تولید تازه است چی پیام دارین چی گفتنی دارین برای وطنان ما کمی اکنون ما شما را بینین ده هستن هموطنان ما از وطن جوانای ما و خود جوانای ما از وطن فرار نکنه بین دست به دست هم بتیم تا وطن ما بیشتر ترقی کنه بیشتر افتخارات کمایی کنیم چقدر خوشحال هستین امروز استقبال مردم ها چگونه میبینین بسیار زیاد خوشحال هستم احساس خوشی هست تنها به من نیتد به تمام هموطنان ما دو افتخار خوشی هست بسیار عالی تشکر شما شما تشکر بخیر باشین همراه من داشته باشین هموطنان مهربان دیگر دوستایی که در اینجا آمدن همراهشون صحبت های می داشته باشیم و حرف هایی را داریم روی جوان گپ بزنیم السلام علیکم خوب هستین ان شاء الله سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان محترم شما امیدوار هستم که تمام دوستایی که ما رو بیننده هستن کلگی صحتمند باشن لطفتون از بخیر باشین چطور که امروز کانتیننتال اومدین والا ما خواستن از ولایت غزنی از ولسوالی جوغوری هستم من خودم هم یک از فعالان اجتماعی و رسانه‌ای هستم یک چینل یوتیوب داریم در ولسوالی جوغوری و امروز خواستم که همین نمایشگاهی که در کابل در هتل اینترکانتیننتال دایر شده به خاطر دیدن همین موتر ساخت افغانستان که کابل به مجبوره کار فعالیت های چینل یوتیوب هم در اونجا قسمت از در جوغوری مردم فعالیت دارن 100% یک از بهترین ولسوالی افغانستان است و بیشترین تعداد یوتیوبرها در افغانستان ولسوالی جوغوری داره ماشاءالله که همین فعلا ما به صورت گفتم میتونه بیشتر از 100 چینل یوتیوب در جوغوری فعالیت داره یعنی اکنون هم فعالیت چه محدودیت هایی وضع شده و چه تغییرات اومده در روی کارهایتون محدودیت ها خب همیشه نظام هایی که در افغانستان حاکم شده خب خواستشان از تمام فعالان اجتماعی رسانه هایی که در افغانستان فعالیت میکنن مطابق چارچوبات اما پلان و پالیسی که از طرف نظام و از طرف حکومت اعلان میشه ما موظف هستیم که مطابق اون پلان و پالیسی و اون برنامه‌ای که برای ما گفته شده
که ما باید مطابق امورم مقررات مطابق اونم پالیسی باید با فعالیت های خود ادامه بدیم. با چریم آشنایی داری برنامه ما رو میدیدیم؟ متاسفانه نخیر دفعه اول است که ما رو میبینیم. ندیدیم حتما. خیر باشه ان شاء الله. تشکر. سلامت باشین. بخیر خوشحال شدم دیدم دادم. بخیر خیلی بیشتر برنامه خواستم. مگر تشکر. همراهی داشته باشین ان شاء الله هستیم در خدمت. شهر مسلک تحصیل و همچنان اینها اینا هم جزء از کار و فعالیت های نماشگاه امروزی هست که منتون های مختلف امروز آمدن و پیشکش هایی که برای جوانان دارن برای کسایی که میخواین تحصیل بکنن و ادامه تحصیل خود داشته باشن. یکی از اون جمله هم پنتون رعنا هست که برادر ما در نمایندگی امروز آمدن ببینیم چی آفرا و چی پیشکش هایی را آوردن بر روی محصولی که امروز ما تنگاتنگ با یک شرایط سخت اقتصادی به سر میریم و مشکلات اقتصادی بیشتر را دنبال میکنیم. آیا جوانان میتونن با این آفرهایی که اینا دارن تحصیل خود بیشتر ادامه بدن یا خیر؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت. کمی طرفدار بریم آزاد گپ بزنیم. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر زنم. خوزا خود معرفی بکنید. خب من محمد شبیر عزیزی هستم، یک تن از محصلان در پنتون رانا سمستر 8 و همچنان آمدیم که در اینجا بخش تبلیغات پنتون رانا را بکنیم. کدام رشته را میخوانین؟ ما کامپیوتر ساینس. کامپیوتر ساینس. با رشته‌ای که امروز تبلیغات میکنین کم تفاوت نداره؟ درست است، تفاوت بیشتری داره، ولی یکی ای که تبلیغاتی که هست یک جزء بخش هم اقتصاد ما میشه. ای که ما همچنان میتونیم اینجا تجربه حاصل بکنیم. چون پنتون رانا جای است که محصولان خود را میخوایم با تجربه و با تخصص فارغ بسازیم. چه آفرها و چه پیشکش‌های امروز دارین برای کسایی که من و از قد شما صحبت میرسونم؟ خب کسایی که اینجا میان از پیش ما معلومات میگیرن، ما با آنها در بخش فیس و همچنان در بخش داخله آفرهای ویژه داریم. مثلا کسایی که اگر اینجا با ما ثبت نام بکنن، ما 50% در بخش ادمیشن با آنها تخفیف داریم. و همچنان در مثلا در بخش پوهنزه ژورنالیسم و پوهنزه علوم سیاسی ما 10% تخفیف بیشتری داریم کسایی که اینجا ثبت نام میکنن. یکی نگفتنمونه که از شاگردای پوهنزه ژورنالیسم ما خودم بودم، ما سال قبلی فارغ شدیم. پنچون بود. واقعا مکان خوب است برای دوستایی که میخوان یاد بگیرن یا درس بخونن. میخوایم که تبلیغشون بیشتر شه یا خدای نخواسته ما گپ بزنم، اما تا جایی که تجربه که مرا میبینین امروز صحبت میکنم اینو میشدم دیگه شاید دیگه مسئله بیشتر از من خوب تر باشه. بسیار خوب. چطور از در دو روزی که این نمایشگاه برگزار شده مسئولین کسایی که من دید و بازدید دارن چگونه هست؟ دید و بازدید همشون مثبت هستن، چون تخفیف هایی که پنتون رانا با اونها ایجاد کرده هستن خیلی خرسند هستن و ان شاء الله وعده کردن که میایم دیگه بخیر. چون تخفیف هایی که در بخش ژورنالیسم علاقمند ژورنالیسم فریلندری اصلا میبینیم خیلی کمتر هستن، ولی زیادتر چون پنتون رانا در بخش ژورنالیسم تمام بخش های عملی دارن بیشتر، پس زیادتر وعده کردن که میایم ان شاء الله. بخیر باشین. تشکر. خوشحال شدم ان شاء الله چانس ما بیشتر بیشتر بشه. تشکر باشین. سلامت هم بزنم مهربان امروی بکنید. سر بزنیم داخل نمایشگاه هم یک بخش دیگه از قسمی که داری کردن پنتون های مختلف و بخش های مختلف هست که در اینجا برگزار میشه، برگزار شده و بیشتر دوستایی که آفرهایی دارن نام خدا بیروبار بیشتر هستن و صحبت های ان شاء الله داشته باشیم همراه کسایی که هستن در اینجا و همراه ما داشته باشین. ان شاء الله ببینیم که با کی میتونیم صحبت داشته باشیم و در قبال این نمایشگاهی که امروز برگزار شده صحبت هایشون رو بشنویم و با هم بهشون ان شاء الله حرف هایی داشته باشیم و مسئله تحصیلات عالی افغان پامیر صحبت بکنیم. من میروانی. السلام علیکم. بزرگوار. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتمند هستین؟ بخیر هستین؟ شکر. سلامت باشین. در مورد نمایشگاه بگوین. خب طوری که شما در جریان قرار دارین، نمایشگاه سی روزه تحت عنوان تعلیم، مسلک و تحصیل از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی در همکاری با اینترکانتیننتال براندازی شده و در این نمایشگاه داشته های نهادهای تحصیلات در سطح عالی و در این زمان تعلیمات ابتدایی یا ثانوی براندازی شده بر سه روز. بله، شفاخانه معالجوی هم هست و کارهای مثلا رشته های تیبی را هم تدریس میکنه. خب ما نمایندگی از مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر میکنیم که فعلا شما حضور دارین. در اینجا دو تا پوهنزه فعلا فعال داره، یکی هم استوماتولوژی است که طب دندان و در این زمان بخش دیگیش قابلگی است برای طبقه ایناس که برای 4 سال یا لسانس
از بخش قابلگی فارغ میته و 12 سمستر به شمول استاژ از استوماتولوژی فارغ میته که یک فیس مناسب را به خاطر از اینکه زمینی خوب را برای جوانا و کسایی که علاقمند تحصیل هستند فراهم ساخته باشه در نظر گرفته. ما متاسفانه در این واخر که میبینیم یا چشم بازدید ما بیشتر جوانای امروز متاسفانه عربی کشور بیرونی میشن و خصوصا که مایه عمل، اما با مایه عمل آمدن شما چگونه میبینین مسئولین که آیا علاقمندی دارن به ادامه تحصیل بتن یا که آمدن دید بازدید داشتن یا خیر؟ خوب شما طوری که میفهمین و چیزی که معلوم دار است هیچگاه ما از چگونگی فراگیری تحصیل فرار کرده نمیتونیم، ولو که در جغرافیای افغانستان باشیم یا بیرون از مرز افغانستان. این تحصیل جز لاینفک انسان هاست، نیاز مبرم ساختاری انسان ها چی است؟ خود تحصیل است، ناگزیر هستند در افغانستان باشن یا نباشن. اگر امروز نباشن فردا ناگزیر هستند دوباره وطنشان از برگردن. ما ناگزیر هستیم به عنوان صاحبای وطن، به عنوان کسایی که آینده افغانستان را با فراگیری علم و تحصیل میبینیم، ناگزیر هستیم زمینه را مساعد بسازیم و منتظر باشیم جوانایی که میرن یا برمیگردن زمینه تحصیل برشان فراهم باشه. ان شاء الله دعا میکنیم که جوانای ما بیشتر و بیشتر بتونن ادامه تحصیل خود داشته باشند و ان شاء الله آینده روشن برشان خواهد بود. تشکر. از حکومت ما، از حکومت کنونی ما خواستاری هستیم که زمینه کار را بر جوانان فراهم بسازن، چرا که بیشتر بخش تحصیلات عالی را آن سکتور خصوصی بازی میکنه و زمینه خوب را بر جوانا بر تحصیلشان فراهم ساخته تا بتونن یک شغل مناسب برای درآمد ادامه تحصیل و مصرف تحصیل خود پیدا بکنن و این زمینه را برشان مساعد بسازن که اونا دیگه فرار نکنن. اگر مغزی نباشه شما متوجه باشین که آینده باز ما اگر تحصیل نکنن جوانان ما جنگ دامنگیر ما خواهد بود. من یک چیز پرسون بکنم، ثبت نام ما میکنین؟ خب ثبت نام نهاد ما نزدیک است، شما میتونید به نهاد مراجعه بکنید، کسایی که علاقمند باشه ما از اینجا پکیج های معلوماتی داریم برشان میتیم اونجا دفتر بیم. دور روزی که نمایشگاه هست تا به کنون چقدر جوان ها آمدن مراجعه کردن؟ صادقانه و راست بگیم به خاطر از اینکه ما میخوایم پرسان بکنیم جوان ها علاقه زیاد دارن یا کم؟ خب طوری که ما بررسی میکنیم علاقمندی زیاد است، علاقمندی به ما حد نهایی است. جوانان ما به این آگاهی رسیدن که رای بیرون رفت از معضلات کنونی تحصیل است، جز تحصیل دیگر چیزی نیست. به این خاطر ما علاقمندی زیاد است، اما متاسفانه سطح فشارهای اقتصادی چنان بر شانه های جوانان افتیده که متاسفانه وقتی که میان با این امکانات با این پولی که برشان پیشنهاد میشه تحت عنوان فیس اینا دیگه از توانشان نیست. متاسفانه که از روزی که ما آمدیم شاید اگر دروغگوی نشم شاید یک بین 500 تا 400 300 جوان مراجعه کرده باشه که ما میخوایم تحصیل بکنیم و او هم سرگردان است در لای این قدر بیروبار ازدحام. حتما تخفیف هم داره افغان فامیل. بله ما یک تخفیف بسیار انگفت را برای جوان ها به خاطر از اینکه وضعیت اقتصادی پایین آمد و در این زمان بحرانی که ایجاد شد در حدود 60% از اصل فیس تخفیف گرفتیم و این در گفتار نی بلکه ما در عمل 10 سمستری که استوماتولوژی است برشان تطبیق میکنیم و در این زمان 8 سمستری قابلگی است، در 8 سمستر برشان قابل تطبیق است. این پکیج معلوماتی موقتتان باشه، هر کسی که خواسته باشه ثبت نام بکنه، از آغاز تحصیلش تا پایانش ضمانت شده گی است. انشالله. تشکر از شما. تشکر. بخیر باشین که همچون زمینه های تحصیل برم وطنان ما هست، برای جوان ها هست که انشالله روز شب ما از این وطن نریم بیرون جد تحصیل. انشالله. ما هم مکلفیت ماست. خوش آمد. خوشحال بمانه. تشکر. هم بچنان و مهربان همراهی ما داشته باشین با یکی از کسایی بودن که قسمت یکی از مسائل تحصیلات عالی صحبت هایی داشتن، حرف هایی داشتن و در قسمت هم باشون صحبت داشتیم. با برادر ما گپ بزنیم؟ نه گپ نمیزنم. سلامت، تشکر. دوید ما رو همراهی کردین. دوست عزیز شاد و خرم و سرحال بمانیم. خدا نگهدار تک تکتون. بله. بله. بالاخره برادر ما علاقمند به شدن که امروز ما صحبت بکنن، اما با یک جمع هستن که امروز از قسمت کانتیننتال دیدن میکنن، از نمایشگاهی که برگزار شده دیدن میکنن. با خودتون صحبت آغاز بکنیم. السلام علیکم. امروز برادرم صحبت کنم. برادرتون است؟ آها. السلام علیکم جان. خوب هستین ان شاء الله؟ سعدمند هستین؟ خیر هستی؟ نامت؟ وسیل. وسیل جان. وسیل جان چطور که امروز آمدی در نمایشگاه؟ نامت شد بچکر. بچکر آمدی. درس خودت میخونی؟ میخونم در پاکستان. در پاکستان درس میخونی؟ چرا در افغانستان نام خدا میبینیم که از اول ما تا آخر میبینیم.
چرا در پاکستان درس میکنیم؟ از خاطر زندگی پاکستان زندگی میکنیم؟ نه آلی پیل هال میگه زندگی آه نه آلی دینجا سابق پاکستان بودیم؟ تا چی اندازه در پاکستان درس ماندین؟ تا صنف 4 صنف 4 انگلیسی خسته نباشید؟ خمانده نباشید صحبت میکنیم شال خوب هستیم جانجور است بخیر پسرتون است؟ نه بیادرزاده ایم است برادرزاده ایتون است بسیار خوب است فیلان وظیفه چی است؟ ما مدیر لوجستیک پنشیر هستیم در قسمت نیروهای امارات اسلامی دوش به دوش کار میکنیم انشاءالله رحمان پیش از این گفتن در پاکستان زندگی میکردیم چرا در افغانستان وقت زندگی نمیکردیم؟ اون وقت خب ما نمیتونستیم که اینجا زندگی بکنیم چقدر وقت شد افغانستان آمدیم؟ تقریبا هم از امارات اسلامی که آمدم ما آمده میشیم همون وقت آمدن شما همون وقت آمدین بسیار خوب چطور میبینین نمایشگاه را امروز؟ انشاءالله رحمان اگر پروردگار راضی بود اگر رضای پروردگار بود انشاءالله ما پیشروی افغانستان از خداوند خواسته بودیم و میخواهیم از موتر دیدن کردین؟ پلحال نه حالی آمدیم انشاءالله تصمیم دارین ببینین؟ تصمیم داریم انشاءالله پیشروی افغانستان امید ما بود ولی حال انشاءالله رحمان امیدای ما انشاءالله بیشتر میشه بیشتر میشه بله. از پرسان بکنم از خانواده که از بچه ها و دختر های درس میخونن فوق العاده انشاءالله چی پیام دارین چی گفتنی دارین برام بچه ها اینا است که انشاءالله رحمان با هم هماهنگی باشه مثلا اینطور نباشه متحد باشیم انشاءالله رحمان یک بر دیگه دست بتیم انشاءالله برقراری افغانستان امید ما بود امید ما انشاءالله که پوره شود انشاءالله خداوند و رسول خداوند راضی باشه انشاءالله در پنجشیر چی خبر هست حالا کدام گپ هست یا نه آرامی است انشاءالله رحمان در 34 ولایت افغانستان پنجشیر آلی آرامی است از 34 ولایت اینجا مثلا بعضی قضیه های جنایی و چیزا هست ولی در پنجشیر انشاءالله اصلا بیخی متارامی هست آرامی هست بیخی قضیه نداریم اصلا خدا را شکر همه جا آرامی باشد انشاءالله خوشگیری من هست بخیر باشین تشکر از شما تشکر سلامت باشین بخیر باشین تشکر هم بچان رو مهربان تا ایده ما رو همراهی کردید بازم یادآوری میکنم شاد و خرم و سرحال میمونین تا برنامه بعد به دار بعدی شما رو به خداوند یک تا بی‌نیاز می‌سپارم نمایشگاهی که در هتل کانتیننتال برگزار شده بود به مدت 3 روز است امروز روز دومیش است که بیشتر هم بتونن ما دید و بازدید کردن اومدن و دیدن از نمایشگاه و همچنین بعضی باشه سه شهر تحصیل تعلیم مسلک و این سه بخشی که در اینجا برگزار شده و اصلا ان شاء الله بتونن ما من دنبال کسایی میگردم که بتونم امروزشون صحبت داشته باشم اگر در لا بلا پیدا شدم خوب ان شاء الله صحبت میکنیم در غیر صورت خداوند یار و مددگار تک تک شما